دوستان عزیز فیسبوکی، دکتر ناناز پیرنیا هستم و مثل همیشه از 2 تا 3 لایف رادیوی 670 AM رادیو ایران رو برنامه زندگی بهتر رو دارم. امروز راجع به نحوه جلوگیری از پیر شدن مغز، دیمنشیا و آلزایمرز مداد و قلم بردارین، کلی اینفورمیشن عالی براتون میدم. ما هیچ احتیاجی نداره که برینمون پیر بشه یا دچار آلزایمر بشیم اگر که از جوانی مواظبش باشیم و من فکر میکنم که خیلی با تکنولوژی جدید فرق کرده سیستم مغز و رسیدگی به ما. فرشاد عزیزم مرسی که با ما هستی. میریم لایف روی برنامه زندگی بهتر راجع به آلزایمرز، دیمنشیا و عدم پیر شدن مغزم امروز با شما صحبت میکنم. با من باشید. مرسی. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که روی فیسبوک هر هفته سه شنبه از 2 تا 3 لایو با من هستین، دکتر ناناز پیرنیا هستم و به اتفاق فرشاد بلندیان کارگردان اتاق فنی به همه شما سلام عرض میکنم. ممنونم از محبت و پیغام های بسیار قشنگ شما و سوالاتی که مطرح میکنین. استقبالی که از این برنامه میشه منو خوشحال میکنه. اطلاعات رو از تکنولوژی جدید مغز و به طور کلی روانشناسی و مغز درمانی در اختیارتون بذارم. تلفن تماس با مرکز ما 310-286-1480 هست و اگر که دوست دارین به وبسایت من سری بزنین mindtherapycenter.com اطلاعات زیادی رو به شما میده. برنامه ها به جز این که لایو روی فیسبوک خواهد بود همیشه روی یوتیوب هم قرار میگیره و در نتیجه شما عزیزان اگر دوست دارین روی یوتیوب بر اساس مطلبی که براتون مهمه اگر بزنین دکتر ناناز پیرنیا تمام برنامه های من، سمینارهای نمایشی و غیره رو میتونین ببینین. تخصص ما در مرکز مایند تراپی سنتر به جز روان درمانی، مشاوره خانواده، مشاوره زناشویی و قبل از ازدواج و انواع آزمون‌های مختلف برای یادگیری، حافظه و آزمون‌های هوشی، سرویس جدیدی رو داریم برای شناسایی اوضاع مغز که بهش میگیم برین مپینگ و این نقشه برداری مغز از طریق آسان اینکه یک کلاه رو سر شما قرار میگیره، چشم بسته و چشم باز در عرض حدود 1 روب میتونیم نمایشی داشته باشیم از اوضاع مغز از لحاظ نحوه و مقدار و جایی که استراب، افسردگی، مشکلات احساسی، مشکلات رفتاری، مشکلات یادگیری و مشکلات تمرکز حافظه که بهش ADD و ADHD میگن و همینطور از لحاظ حافظه جلوگیری از پیر شدن مغز، آلزایمر و دیمنشیا و کنترل مشکلاتی مثل پارکینسون از لحاظ لرزشی که افراد در ارگانهای مختلف بدن دارن و بعد برای تنظیم وزن و کم کردن صحیح وزن از طریق دستگاه نورو رد لایت که فقط 1 روب اون تو کمک میکنه که سلول ها به خاطر اینی که انرژی میگیرن خودشون فت رو، اون چربی اضافه رو ریلیس کنن و پوست جوانسازی بشه و همینطور از طریق دستگاه لیمفی که داریم 45 دقیقه به صورت 1 سپا تمام اون سموماتی که در غدد لنفاوی قرار داره و باید
به صورت طبیعی خارج بشه، این دستگاه لیمف کمک میکنه که بره و افرادی که چاقی مفرط دارن، تورم دارن، مشکل کلسترول، مشکل فشار خون، مشکل دیابت نوع دوم و غیره دارن، با کمکی که این دستگاه رد و لیمف با هم برای شما انجام میده، کمک میکنه که سیستم ایمنی، سیستم گوارشی و روابط بین ارگانها بالانس بشه. امروز کمکی که ما در مایند تراپی سنتر به شما انجام میدیم اینه که اولا علت عدم توازن مشکلات فکری، احساسی، یادگیری، حافظه و همینطور مشکلات و عدم توازن‌های جسمی شما رو اول پیدا بکنیم و بعد با تمام تکنولوژی جدیدی که من زیر سقف آوردم این مشکلات رو دونه به دونه حل بکنیم. مرکز در ضمن از لحاظ دارو درمانی در کنار دارو درمانی و رفته رفته به جای داروهای شیمیایی سایکوتروپیک استاتین کمک میکنیم که با یک تست ادرار ساده به لابراتوار غیر شیمیایی هر کسی از کودک تا فرد 130 ساله بدونه که در واقع چه املاح معدنی و چه مواد عالی و ویتامین و انزایم و هورمون هایی رو در واقع لازم داره و خود اون لابراتوار غیر شیمیایی معادل اون رو برای ما درست میکنه و ما در واقع امروز در جایی از تکنولوژی قرار گرفتیم که احتیاجی به این نداریم که از طریق دارو درمانی مشکلاتمون ماسک بشه، پنهان بشه و نتونیم دلیل واقعی مشکلاتمون رو پیدا بکنیم. باز هم در این مورد و در مورد سرویس های مرکز با شما صحبت می کنم و امروز یک تستمونیال اسپیشل هم داریم که یکی از کلاینت های عزیز ما که وقتی که آمد به با اضطراب و افسردگی زیاد و عدم تمرکز شدید و گفتش که شما منو نمیتونی خوب بکنی ولی اگه کردی توی رادیو میخوام صحبت کنم چون حالشون خیلی بهتره، امروز در قسمت دوم برنامه چند دقیقه مهمان من هستن. من پیشنهاد میکنم مداد و قلم بردارین. امروز در رابطه مشکل حافظه، خاطره، فراموشی در هر سنی که هستیم و اینکه چطور از جلوگیری بکنیم از پیر شدن سلول های مغز و دچار دیمنشیا و آلزایمر شدن با شما آخرین تکنولوژی و آخرین کارهایی که چه از لحاظ تغذیه و چه از لحاظ رسیدگی به مغز و محیط باید انجام بدین رو با شما در میون میگذارم. همون حافظمون جایی نمیره، فقط فکر نکنین که حافظه و جلوگیری از پیر شدن مغز خودش به خودی خودش اتفاق میفته. جلوگیری کردن از پیر شدن مغز، ایجینگ مغز و علائم دیمنشیا که امروز من مطرح میکنم احتیاج به یه سری کارهایی داره که من میخوام با شما در میون بگذارم، وگرنه ما بیش از 5 میلیون الان افرادی رو داریم که آلزایمر دارن. تا سال 2050 اگر به مغز خودمون نرسیم و این کارهایی که من به شما میگم انجام ندیم، متاسفانه به 10 میلیون میرسه و ما نه تنها برای دیمنشیا و انواعش مثل پارکینسون و آلزایمر الان آمار بالاست، بلکه مشکلات دیگه ای هم که به سیستم ایمنی و سیستم نروس سیستم ما بستگی پیدا میکنه، مثل تروماتیک برین اینجری، اینجری های مربوط به مغز و مشکلی مثل ALS که مشکل در واقع دیزیز دیجنریشن سلول هاست که باید بهش باز برسیم، موفق باید باشیم که این کارو بکنیم. در رابطه با حافظه فقط میخوام به شما بگم که همیشه عزیزان میگن که من همه گذشته رو یادمه. یادتون باشه که مغز انسان از حافظه کوتاه مدت به دراز مدت دچار اختلال میشه و
در نتیجه ما 4 نوع حافظه داریم: حافظه کوتاه مدت، حافظه دراز مدت، حافظه عملی که یادداشت به یاد داشتن آنچه هستش که از حافظه کوتاه مدت به دراز مدت میرسیم و بعد ازش استفاده میکنیم، و ما حافظه 4 رو داریم به نام habit forming memory. حافظه بدیه، اون حافظه‌ایه که با تکرارش دچار انواع اختلال‌های فکری، احساسی و رفتاری میشیم. اون حافظه‌ایه که ما رو مجبور میکنه به تکرار یک سری کارها، رفتارها یا افکاری که نمیخوایم انجام بدیم. وقتی کسی وسواس فکری و OCD داره، از اون حافظه تکراری habit forming دراز مدتش استفاده میکنه. علائم حافظه مسلماً اول حافظه کوتاه مدته. اگر افراد میخوان علائمش رو بدونن، وقتی که ما یه چیزی رو یاد میگیریم بلافاصله یادمون میره، فراموش میکنیم که چه برنامه‌ای داشتیم، فراموش میکنیم چی و کجا میذاریم، شروعش خواهد بود. دومین قسمتی که مرحله‌ای که در واقع ما میتونیم در خانواده دیمنشیا و فراموشی قرار بگیریم، تو نحوه صحبت کردنمون انتخاب لغت هاست و میبینیم که یواش یواش ممکنه لغت ها رو فراموش بکنیم یا حتی جمله هامون یه ذره از لحاظ گرامر و دستبندی نرم خودشو نداشته باشه و درست به یاد نیاریم. و سپس در سومین مرحله است که اون قابلیت های هوشی ما میتونه ضعیف بشه و در واقع اون intellectual ability ما، اون رفتار معقول، فکر معقول، به بانک بریم، کارهای خودمون رو انجام بدیم، در رابطه با مسائل بتونیم صحبت های جالب دقیق تری داشته باشیم، و رفته رفته اگر که رفتارمون و حرکاتمون یه کمی هم عجیب و غریب بشه، یه کمی میتونه در خانواده شروع الزایمر باشه. ولی چون سلول ها از 25 سالگی شروع میکنن به شرینک کردن، کوچیک شدن، و رفته رفته گردش اکسیژن در مغز حدود 15-20% شروع میکنه کم میکنه، من به همه شما توصیه میکنم که از کودک تا فرد 130 ساله اجازه بدین با وسائلی که ما در مرکز داریم ورزش های مخصوص مغز رو از لحاظ نور، حرکت، صدا، موزیک، نوران ها، نوتریشن برای شما در 6 جلسه انجام بدیم و مغزی که حالش خیلی خوبه رو آپتیمایز کنیم و با کمک جلوگیری کردن از پیری مغز اجازه ندیم که در خانواده دیمنشیا قرار بگیریم. این دیمنشیا از فراموش کردن لغات تا فراموش کردن کارهایی که بلد هستیم، مثلا اگه کسی بلد غذایی رو بپزه اون رسپی رو یادش میره یا یه سری از رسپی رو میتونه جا بذاره، تلفن هایی که بلد بوده میتونه یادش بره. اگر که بیشتر این دیمنشیا ادوانس بشه، میبینیم افراد مثلا اگر با دستگاهی کار میکردن بلدن مایکروویو رو استفاده کنن یا دستگاه موزیکشون رو رابندازن، یواش یواش یادشون میره که این دکمه ها رو چجوری بازی بکنن یا قانون یه بازی رو اگه ورق بازی میکنن یا چس بلدن، شطرنج بلدن، اون به هم میخوره. اگر رفته رفته باز بره جلو، مشکل در اون حرف زدنه و بعدش تکرار مکرر مسائله که میبینیم در موقعهایی که دیگه دیمنشیا واقعا به نظر میاد که برای افراد وجود داره، یک چیزو چندین بار تکرار میکنن و یادشون میره. و بعد افراد موقعی که ادوانس میشه این موضوع، دیگه میتونن گم بشن تو خیابون، آدرسشون رو یادشون نیاد. رفته رفته که میخوایم به طرف آلزایمر بریم،
فکر انتزاعی ما، ابسترکت تینکینگ ما به هم میخوره دیگه، جمع و تفریق و بانک و حواس جمع بودن به هم میخوره. بدتر که میشه رفتار عجیب و غریب میکنیم، پول رو قایم میکنیم، فکر میکنیم یکی زیر تخت خوابه، اسبابا رو جمع میکنن میرن به عزیزانشون، بعد حرف میزنن، تهمت میزنن، حرفای فجی و بعضی وقتا رکیک میتونن حتی در برین این مود و این رفتار به شدت میتونه تغییر کنه و بعد شخصیت اون آدم میتونه واژگون بشه و ما عزیزانمونو میبینیم که دچار آلزایمر هستن، واقعا احساس میکنیم که اون آدمی که ما میشناختیم دیگه وجود نداره و بعدم بی‌حوصلگی شدید برای انجام کار، که این افراد جلوی تلویزیون میشینن و ساعتها تکون نمیخورن. علائم اولیه. علائم بعدیش، هر کدوم که برای شما وجود داشته باشه، حتی اگه فقط چند تا کلمه یادتون میره و نمیدونین در کجا قرار دارین، اولین قدم شما نقشه برداری مغزه که در نیم ساعت انجام میشه، بسیار ساده است، بدون هیچ اشعه، بدون هیچ اینویژنی انجام میشه و برای بچه تا بزرگ میشه انجام بشه. موزان میکنم اینه که چندین کار رو انجام بدین. اول اینکه نقشه برداری مغز رو در هر سنی که براتون انجام بدیم مثل یه فال قهوه است. نه تنها من میتونم به شما بگم که وضع حافظه از لحاظ کوتاه مدت، دراز مدت، حافظه عملی و کاری چه وضعی داره، بلکه میتونم به شما بگم آیا در خانواده دیمنشیا یا آلزایمر جا خواهیم گرفت یا نه. من فکر میکنم این بزرگترین گیفتیه که تکنولوژی نوروساینس به ما هدیه داده و من حتما به شما پیشنهاد میکنم که از این تکنولوژی جدید استفاده بکنیم. دومین کاری که انجام میدیم اینه که ما کمبود نوتریشن های مغز و ایجاد امیلوید، ایجاد پلاک و مشکلاتی که به خاطر استرس، دیابت نوع دوم، مشکلاتی که از طریق انواع تروماها و ضربه های فکری، جنسی، جسمی، فیزیکی وارد میشه، افرادی که فوتبال بازی میکنن، افرادی که باکسینگ کردن، افرادی که به هر نوعی مشکلات و استرسی رو به برین میارن و به گات و دل و روده خودشون میارن، ات ریسک بیشتر گرفتن دیمنشیا و آلزایمر هستن. در واقع کسی که بدن سالم نداره، دستگاه گوارشی سالم نداره، کسی که چاقه، کسی که دیابت نوع دوم داره، کسی که تغذیه اشتباه داره، تا 50% بیشتر ات ریسکه. کسانی که از لحاظ ارثی، مادر یا پدر یا هر دو دچار دیمنشیا و آلزایمر هستن، ریسک مبتلا شدنشون 3 برابره. ولی کاری که من برای شما انجام میدم پیشگیریه و اگر که عفونتی در سیستم هست، اگه اینفلمیشن و تورم هست، اگر شما آلرژیای به خصوصی دارین، اگه روی داروهای شیمیایی و استاتین هستین، باز دوباره این امکان رو بالا میبرین. کسانی که ات ریسک بیشتر هستند، معنیش این نیستش که باید ات ریسک بمونن و با دارو درمانی فقط بشینن و ببینن که مشکل حافظه‌شون داره بیشتر میشه. در مرکز ما تمام مشکل دیابت نوع دوم، تورم، مشکل مربوط به انواع آلرژی، مشکلاتی که افراد دارن با آلرژی به غذا و به همین دلیل حالت‌های تورم و مشکلات دیگه‌ای در سیستم ایمنی و دستگاه گوارشیشون دارن، میتونن از این موقعیت استفاده کنن. عزیزانی که افسرده و استراب شدید دارن، 100% ریسک رفتن به طرف آلزایمر رو بیشتر میکنن. در نتیجه
مواظب مسائل جسمی و فکری خودمون هستیم. اگر مشکلی دارین با کمک ما در چند جلسه اینو میتونین درست بکنین و خواب خوب بزرگترین گیفتیه که شما به مغز و جلوگیری کردن از حافظه بد میدین. بریم آگهی ها رو گوش کنیم، با هم باشیم، در رابطه با جلوگیری از مشکل حافظه با شما صحبت میکنیم، با ما باشیم. دوستان عزیزم، ویدا فنسیان، این راجب دستگاه رد لایت ماست برای لاغری که دیگه اگه دوست دارین بیاین امتحان کنین. من وقتی که موقع تبلیغات رادیو میشه، چون لایف هستیم، به شما یه سری چیزایی که نمیتونم تو رادیو نشون بدم نشون میدم. سلامی هم بکنم به ویدا جان، لیزا، طبیب نیا، تناز، ماندانا، تربتی عزیز، سوزی خاتمی عزیز، دلمون براتون تنگ شده، آنجلا سفاری، همه شما خوش آمدین به برنامه. من دلم میخواست به شما نشون بدم، اینو قبلن هم یه بار گفتم، اگر که عزیزی رو دارین که فکر میکنین داره به طرف الزایمر، که میدونین یکی از انواع شدید در خانواده دیمنشیاه، پارکینسون در خانواده دیمنشیاست، الزایمر در خانواده دیمنشیا. دیمنشیا کلمه بزرگ مشکل فراموشیه. محبوبه شریفی عزیز، خوش آمدین. اگر که عزیزی رو دارین که احساس میکنین که مشکل حافظت به نظر میاد داره، یه دونه سیم هندسی، لازم نیست این باشه، میتونه هر چیزی باشه، یا خودتون یه چیزی رو میکشین، مهمه که نقطه ها باشه، برای اینی که این افرادی که یه مقدار مشکل فراموشی پیدا میکنن بهشون کمک میشه. و بعد ازش خواهش میکنین اون نقاشی هندسی رو دوباره بکشه برای شما. و اگر که افراد به طرف الزایمر برن، استرس شدید کورتیزول ایجاد میکنه، و کورتیزول که روی رفتار ما، روی مغز و افکار ما و روی ارگانهای بدن اثر میذاره. امروز نمیدونم که چقدر کانکشن ما هم خوبه، تا اونجایی که بتونم. امروز دارن اینجا روی مقداری از طرف تلفن کامپنی کمک میکنن که این مسئله از لحاظ اینترنت بهتر بشه. یکی از چیزهایی که من میخواستم به شما بگم اینه که اگر که تینیجر و اگه بچه راجع به الزایمر برمیگردیم، وقتی که روی ایر میریم، که من چند تا غذاهای مهم روها هم و کارهایی که توی محیط باید انجام بدین رو با شما در میون میذارم، ولی میخواستم بهتون بگم اگر که بچه دارین، تینیجر دارین، برین روی اینترنت و 15 apps parents should look out for. این 15 appsیه که متاسفانه میتونه خطرساز باشه برای بچه هامون، برای تینیجرامون. و این اپ به ما نشون میده که کدوم هست اون اپ هایی که برای بچه ها در واقع یا باید فیلتر بذاریم، پرنتال کنترل بذاریم، یا نذاریم اصلا اینگیج بشن. و خود اون روی حافظه بچه ها، حافظه کوتاه مدت، نتیجهش عملی و دراز مدت اثر میذاره. در نتیجه پس پیشنهادی که دارم برای پدر مادرها، وقتی که به بچه ها نمیدونین تابستون چی کار بکنین، اگر برین آنلاین و بزنین تمام اکتیویتی ها و خبرهایی که در اون ماه برای سن بچهتون در اون منطقهی که زندگی میکنین وجود داره، یک لیستی میاد از انواع و اقسام برنامه ها، چه ورزشی، چه برنامه های هنری، چه برنامه های تئاتر، موزیک، برنامه های ساینس،
که میتونین بچه ها رو ببرین و سرگرم کنین که انقدر روی در واقع دستگاه های الکترونیک خودشون نمونن. یکی از کارهای دیگه هم که میتونین انجام بدین اینه که موزه ها، اماکن عمومی که برای بچه ها چیزای یادگیری جالب داره یا روی اون استعدادی که بچه‌تون داره کلاس‌های به خصوص موقعشون موقع است. اگه بچه آرتیست کلاس آرت، اگه مجسمه سازی داره کلاس مجسمه سازی، کمک بکنین که بچه‌ها روی این وسایل الکترونیکی خودشون قفل نشن. یکی از این در تمام وسایل ایژوکیشنال، بازی، یادگیری و غیره رو روی آنلاین، یا میتونین در امریکا مغازه هست به نام لیکشور، لیکشور ایژوکیشنال سنتر. این لیکشور تمام وسایلی که شما بتونین فکر کنین برای هوش، برای یادگیری، برای ایژوکیشن، از نوزاد، از وقتی که بچه به دنیا میاد تا 18 ساله رو تأمین میکنه و بهترین جاییه که شما میتونین بچه ها رو با وسایل جالب، وسایلی که هوش رو بالا ببره و غیره کمک بکنین. اجازه ندین که بچه ها روی این سایت ها زیاد بمونن، روی آنلاین برن، به خاطر اینی که یکی از مشکلاتی که الکترومگنتیک فیلد میاره مشکل حافظش، مشکل تمرکز، مشکل خوابه و تمام اینها ورق برنده بچه های ماست که حافظه خوب داشته باشن و بتونن خوب تمرکز و تعدیل داشته باشن. ژیلا نظری عزیز خوشحالم با ما هستین. در رابطه با دیمه همون وجود داره، کمک بکنین به اینکه محیط خانواده شما محیط صمیمی، نزدیک و خوشحالی باشه. مغز در حال رشد بچه های ما احتیاج به این همه تراما، این همه خبر بد و این همه دلنگرانی رو نداره و خود ما در مقابل مشکلاتی که وجود داره باید بتونیم مقدار استرس رو کنترل بکنیم، وگرنه حافظه کاملا ربط داره به نحوهی که ما حال روحیمون و حال هورمون‌ها و نوروترانسمیترهای ما خوبه. همه چیز در مغز و در بدن به هم مربوط میشه. برمیگردیم روی ار، مداد و کاغذ بردارین، تونتون یه مقداری خبرهای جالب رسیدگی به مغز رو با شما در میون دارم میذارم. اینم تبلیغ رد لایت ماست، بیاین و از نزدیک رد لایت رو امتحان بکنین. هم لاغر میشین، هم بدن جوون میمونه و هم حالتون خوب میشه. مرسی فرشاد جان. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر. شماره تلفن 310-286-1480. امروز در رابطه با عدم اجازه برای پیر شدن مغز، کوچک شدن سلول ها و در نتیجه خدای نکرده دچار دیمنشیا و آلزایمر و پارکینسونز، که میدونین دیمنشیا خانواده فراموشیه، آلزایمرز و پارکینسونز شدید مشکل حافظه و دیمنشیا هستن. به جز نقشه برداری از مغز و به جز چک کردن نوتریشنای مغز با کمک تست ادرار، خواب خوب، ورزش باعث ایجاد نورون‌های جدید در مغز میشه. تحقیقات ما نشون میده که در مربوط به خوشحالی و تمرکز و حافظه جلوگیری میکنین از پیر شدن مغز. البته یوگا، مدیتیشن، دعا و مناجات و دستگاه الفاستیم که ما داریم کمک میکنه برای جلوگیری از پیری
مغز و حافظه بد داشتن، بازی های فکری، بافتنی، جدول حل کردن، یادگیری زبان جدید، یادگیری کارهای جدید، حفظ کردن شعر، چک کردن لثه ها و دندان، جلوگیری از استفاده آلومینیوم و این آلومینیوم ها متاسفانه دچار لد میشه مغز، لوازم آرایش و افرادی که بیش از 3 سال فلو واکسین رو هر سال میزنن تضعیف حافظه میشه و احتمال اینکه دچار دیمنشیا و آلزایمر بشن تا 50% بین 30-50% اضافه میشه. داروهای شیمیاییتون رو ما کمک میکنیم که کم بکنین رفته رفته. علت این که دارو رو برمیدارین ما در مرکز پیدا میکنیم. دچار افسردگی و استراب نباشین، کمک بکنین به مقدار استرسی که از محیط برمیدارین و بعد غذاهایی مثل شکر، غذاهای پروسس شده، چرب، سودا لازم نیستش ما استفاده بکنیم و کمک نمیکنه به این که حافظه خوب داشته باشین. وسایل الکترونیکس خودتون رو کمک بکنین به بدن نزدیک نگر ندارین. الکترومگنتیک فیلدی که ایجاد میشه متاسفانه در سیستم ما و در مغز ما کمک نمیکنه به داشتن حافظه خوب و در نتیجه البته ما هممون از الکترونیک استفاده میکنیم ولی دستگاه الفاستیم ما جلوی ورود این الکترومگنتیک فیلد رو میگیره و خودتون هم دستگاه ها رو به بدن نزدیک نکنین و همیشه روی سپیکر باشین یا کنترل بکنین از این که نزدیکی و تماس زیاد با این الکترو داشته باشین. بیشتر از 3 ساعت روی دستگاه هامون نمیتونیم باشیم. 100% روی سیستم ما، تمرکز ما و حافظه ما. یه سری غذا رو تون دلم میخواست بهتون بگم که وارد رژیم غذایی خودتون میکنین. نارگیل، وایلد بلوبریز، اسفناج، سبزیجات سبز، براکولی، کیل، قهوه روزی 1-2 تا خوبه. آب زیاد بنوشیم. آب انار انتی اکسیدنت داره. گردو و بادام خیس شده، شکلات دارک، تخم مرغ ارگانیک، به طور کلی گوشت و مرغای ارگانیک و لین و سعی بکنیم مقدار خوردن پروتئینمون یکم کم بشه و مقدار سبزیجات 2 برابر بشه. ما محصولی داریم DHA هستش که از در واقع اویل طبیعی که گرفته میشه، ویرجین آلیو اویل رو به شما میدیم و ماهی سمن، وایلد سمن، قزلالا، ساردین، ماهی ها هرچی کوچیکتر باشن کمتر گرفتاری دارن، لد دارن و کمتر میتونه روی برین اثر بذاره و روی حافظه. گوجه فرنگی، آووکادو، لبو، ماست کیسه و کفیر، بینز، عدس و غلات، زردچوبه و خلاصه صحبت زیاده. اگر که دوست داشتید با من تماس بگیرید یا بیاین از ما دیداری بکنین. 6 جلسه اسپیشل برای اپتیمایز کردن مغز و جلوگیری از پیری مغز ما برای شما زیر سقف آوردیم و دوست عزیزی رو دارم که خودشون فرست هند از سرویس های ما استفاده کردن. یادمه که به من یه روز گفتن که وقتی آمدن که من مشکلم مقدار استرابم، تمرکزم، حافظم به هم خورده و فکر نکنم شما بتونین کمک کنین، ولی اگر کمک کردین من میام رو رادیو و تستیفای میکنم. حالا امروز این دوست عزیز رو داریم که میخوان راجع به تجربه خودشون در مرکز ما صحبت کنن. دوست عزیز با ما هستین، روزتون بخیر. روزتون بخیر، حال شما چطوره خانم دکتر؟ خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم. من از لطف و سرویسی که به من دادید این هست که
من چون باور نمی کردم خودم رفتم یه مقدار مطالعه کردم، دیدم این کاری که این نورو فیدبک میکنه با مغز ما یه نوع ریترین کردن مغزه. ما باید یادمون باشه که با دست شکسته نمیتونیم بسکتبال بازی کنیم. مغز ما در اثر پیشرفت سن ما، پیرتر شدن ما، یه مقدار ابیلیتیاشو از دست میده که با این کار میتونن اون رو دو مرتبه ترمیم بکنن و سر جاش برگردونن. این نه این است که تبلیغی برای خانم دکتر بخوام بکنم، این مطالعاتی است که خودم کردم و فایندات کردم و کارم کرده. یعنی من دو مرتبه اومدم پیششون، امروز شروع کردم برای دوره دوم که این نورو فیدبک رو بگیرم و من به دوستانی که منو احتمالا میشناسن صدای منو پیشنهاد میکنم این بهترین خرجی است که برای دوران بازنشستگی برای خودتون میتونید بکنید و برای بچه ها و نواهاتون، چون از سن 5 تا نمیدونم چند سالگی خانم دکتر بهتون توضیح خواهند داد، این بهترین کادویی است که میتونید به بچه هاتون بدید. مثل ارتودنسی که دندوناتون رو صاف میکنید، اولین کار رو برایشون، اینم یه نوع ارتودنسی مغزیه که مغز رو ریترین میکنه و این ارتباط نوروترانسمیترا رو بهتر میکنه و یه مغز جوان بهتون تحویل میدن. امیدوارم که دوستان از این استفاده بکنم. من پیشنهاد میکنم خانم دکتر شما یه پکیجایی درست کنید که من خریدار اولش خواهم بود، که اینها رو ما بتونیم کادوی تولد مثلا به نوه‌مون، بچه‌مون بدیم، بهشون بگیم به خرج من تو برو یه دوره نوروفیدبک بردار. چقدر فکر خوبیه و من در اینجا هم جا داره که به عزیزان بگم که شما استاد ادبیات، شعر، استاد رومی شناس و خودتون کلاس هایی دارین برای اینکه در واقع خودشناسی رو به افراد بیاموزین و من خیلی افتخار میکنم که با هم کار میکنیم. و چقدر قشنگ شما توضیح دادین که یک همچین کاری که مثل ارتودانسی میمونه، مثل وقتی میمونه که ما دندونامون رو باید فرض بکنین دنتال فلاس بزنیم یا با خمیر دندین بشوریم و یه کسی نخواد این پاکسازی رو روی سلول‌های مغزش انجام بده. من نمیدونم شما، من از شما یه سوال دارم هرسل جان. موقع برنامه‌های منو شنیدین، راجع به کار ما شنیدین، چطور به دلتون نشست و این آگاهی شما رو قانع کرد که بذار من اینو امتحان بکنم؟ برای اینکه اون چیزی که شما رو قانع کرد بقیه رو قانع میکنه. من یه خانم پزشکی که تازه از ایران اومدن باشون آشنا شدم، ایشون محققه و راجبه اینکه کارهایی میکنی که واقعا لازم. امیدوارم، من متاسفانه تو این وقت کم نمیتونم همه توضیحاتو بهتون بدم، ولی کلن به دوستان خودم، اونایی که دوستشون دارم، به بچه ها گفتم اینو که قطعا برن بگیرن این دوره رو بگذرنن و میتونن. استراب مادر تمام اختلالاتیش که در روان و در رفتار ما پیش، اگر ما اینو بتونیمش بیاریمش پایین و نور ترسیتای های مغزمون بتونن ارتباط سالم داشته باشن، ما در همه موارد فکر سالم خواهیم داشت، عملکرد سالم خواهیم داشت، صبر بیشتر خواهیم داشت، کامونیکیشنمون با دیگران بهتر خواهد شد و به هر حال بسیاری از مزایا رو در این میتونیم پیدا کنیم. یک دنیا ممنونم از محبت شما و خوشحالم که در واقع اون نقشه برداری مغزم اگه یادتون باشه به ما نشون داد. من به شما گفتم که شما در خانواده الزایمرم جا نخواهین گرفت و این پردیکشن ها چقدر خودش برای آدم مهمه که حافظه خوب داشته باشه، به خودش برسه و با
خدا رو شکر عمر بیشتری که هممون میکنیم در کنارش کیفیت و کمیت هر دو در کنار هم قرار میگیرن در واقع. خانم دکتر یه چیزی رو به من یادآور شدید که میخواستم بگم، اگر دوستان میرن برای گرفتن نوروفید بک واقعا لازمه که با یک متخصص نوروساید، یک آدمی که مغز و اعصاب، حالا من خانم پیرنیا رو به این دلیل انتخاب کردم که میدونه که در مغز چی میگذره، آزمایشی که از من گرفتن میزان کمبودهایی رو که پروتئینایی که در مغز هست اینا به من نشون دادن و با داروهاشون تونستن اینو، من قرص پروزک و سایر آنتی دیپرشن ها رو میخوردم، اینها همه رو قطع کردم بخواد و خوندم خودم مطالعه کردم این هورمونای سروتونین و دوپامین رو ساپورت میکنن اینها و دیگه نیاز نیست که شما دقیقا انتای دیپرشن یا آرامش اعصاب و از این انتای انگزایتی و این چیزها رو خورد. بله ببینین، من ممنونم، امیدوارم که هم از این لطف شما بهره مند بشن. ممنونم از وقتی که گذاشتین و ممنونم از این صمیمیتی که به خرج دادین و خوشحالم که اینقدر حالتون خوبه. روزتون بخیر. لطف دارید. ممنونم. خب دوستان عزیز، من وقتی که یک همچین تستمونیالی میاد خوشحال میشم، برای اینکه من تا یه حدی میتونم راجع به سرویس ها توضیح بدم، ولی وقتی که یه کسی خودش فرست هند حالش خوب میشه دیگه، این باعث میشه که شما عزیزانم از این فرصت استفاده بکنین. دقیقا صحبتی که این دوست عزیز ما کردن همین بود که وقتی که آمدن ما اول نقشه برداری رو انجام دادیم که اصلا ببینیم داستان مغز ایشون چیه، که چرا استراب دارن، در کدام قسمت از 19 قسمت مغز، و بعد هم با اون تست ادرار برای لابراتوار غیر شیمیایی نتیجه گرفتیم که چه المنت های امینو اسید و مینرال و مواد عالی رو کم دارن و برای خودشون اون لابراتوار غیر شیمیایی اون مواد و اون ترکیب رو توی کپسول درست کرد. در نتیجه اینا رو که وارد کردیم، نورو فیدبک و لایت و موشن که شروع شد، کمک کرد که ایشون دیگه اون علائم استراب و نگرانی و خواب و حافظه رو نداشته باشن و به دکترشون گفتن من حالم خوبه و با کمک دکترشون اون داروهای شیمیایی که الکی ماسک میکنه برای چند ساعت اون استراب یا اون افسردگی رو کم کردیم. به خصوص این که یکی از خطرات زیادی که و عللی که علل اصلی که الان ما این همه میبینیم تعداد افرادی که مشکل حافظه دارن حتی از بچگی و تینیجری اینقدر بالا رفته، برای خاطر اینه که این همه داروهای شیمیایی در امریکا مثل نقل و نبات تجویز میشه و متاسفانه کمکی نمیکنه به فعالیت استراکچر و دوباره سازی سلول ها، بلکه روش اثر منفی داره و علت اینی که این همه ما الان مشکلات رو میبینیم بالا میره. به هر حال برنامه خوبی بود در کنار شما و اگر سوالی دارین 310-286-1480 و ما 100% پکیج هایی رو برای شما آماده کردیم که با 6 جلسه خودتون و بچه ها برین اپتیمایز بشه، به بهترین پیک پرفورمنسش برسه و جلوگیری بکنه از پیری مغز و خدای نکرده دیمنشیا و الزایمر. تا برنامه آینده مواظب مغز خودتون باشین. 310-286-1480 روز شما خوش. عزیزم همه چی خوب بود نه؟ خیلی خوب، بله همه چیز عالی پیش رفت. قربانت برم.